نسبت خود بنده حقیر یا همین جریان ملی مذهبی آقای گنجی، اکبر گنجی نقل میکرد اون زمانی که اینجا بود زندان بود اومده بود مرخصی. بعد من رفته بودم دیدنش، میگفت که من قراری داشتم با آقای مبشری رئیس دادگاه انقلاب، ما رفتیم اونجا صحبت ها خودمونی کردیم قراری که داشتیم. بعد صحبت ها گفتم که آقای مبشری این اتهامی که فلانی یعنی بنده، چون موقع ما تو زندان بودیم خیلی تبلیغات علیه ما کردن که پول از خارج گرفتن چه این اتهاماتی که فلانی میزنید که برانداز بوده این نمیچسبه بهش. من تو سفر برلین خیلی باهاش محشور بودم، به خودش میگفت، گفتم به من میچسبه ولی به اون نمیچسبه. گفت که آقای مبشری گفت که ما هم همینجور فکر میکنیم، یعنی دادگاه انقلاب. بعد از 15 ماه انفرادی من، بعد از اون بازجویی های آنچنانی که 2000 صفحه بازجویی از ما کرد، اون میگه ما هم همینجور فکر میکنیم، یعنی اینو براندازیم. ولی خب دفتر مقام رهبری اصرار دارن که اینو براندازن. یعنی من آقای خامنه ای با ما هم از دشمن، از نهضت دشمنه. چرا؟ من تصور این که برای اینکه ما رو رقیب خودشون میدونن. همیشه توی به اصطلاح جنبش ها یا ایدئولوژی های اقتدارگرا دشمن اصلی کمتر براشون خطر داره تا رقیب. پس از مرگ عزت‌الله صحابی، خانواده او بار دیگر عزادار شد. این بار در سوگ دختر آقای صحابی که اینجا بر بالین پدر دعا می‌کنند. آخرین تصاویر از حال صحابی که بعد از مرگ پدرش به او اجازه دادن برای شرکت در مراسم به طور موقت از زندان بیرون بیاید. چند ساعت بعد خانم صحابی در مراسم خاکسپاری پدرش درگذشت. به روایت نزدیکانش در حمله ماموران امنیتی کشته شد و به روایت ماموران امنیتی بر اثر آرزه قلبی از دنیا رفت. به گفته بعضی از شاهدان در مراسم تشییع، وقتی ماموران امنیتی سعی داشتند جنازه آقای صحابی را به زور ببرند، با اعتراض‌های خانم صحابی مواجه شدند. در جریان درگیری با ماموران امنیتی، آنطور که نزدیکانش می‌گویند، حاله صحابی بیهوش شد و بعد جان داد. گزارشی که مسئولان دولتی تکذیب می‌کنند. اینجا جمعی از گروه مادران صلح در سوگ حاله صحابی نشستند. گروهی از مادران ایرانی که فرزندانشان در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات کشته شدند و زنانی که برای به دست آوردن امنیت و آزادی در ایران می‌کوشند. حاله صحابی فعال حقوق زنان یکی از اعضای این گروه صلح بود. او همراه پدرش در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات جنجالی ایران به زندان محکوم شد. از بهمن ماه پارسال و در تمام روزهای بیماری عزت‌الله صحابی در زندان بود. 56 سال همراه پدر در زندان و آزادی و حالا به فاصله یک روز همسفر او در مرگ. ندا سانیچ، BBC. با احمد منتظری که به عنوان پیشنماز در مراسم خاکسپاری عزت‌الله صحابی حضور داشت صحبت کردم و ابتدا از او خواستم بیشتر توضیح بدهد که در مراسم چه اتفاقی افتاد. بعد این خانواده مرحوم مهندس صحابی توافق کرده بودن، یعنی در واقع کوتاه اومده بودن از سر فشارهایی که روی اونها بود که فقط تا سر کوچهشون تشییع کنن، یعنی حدود 100 متر. و متاسفانه همین رو هم اون آقایون به هم زدن و همین باعث درگیری شد. یعنی اگر این دخالت نبود اصلا درگیری صورت نمی گرفت و میخواستن زودتر جنازه رو وارد آمبولانس کنن. همین وقت بود که همزمان اون عکسی که دست حاله صحابی بود اون رو پاره کردن و با آرنج دستش محکم به پهلوی ایشون زده بود که ایشون زمین شده بود و من تقریبا 2-3 متری ایشون بودم، خودم شخصا ندیدم ولی که دوستانی که زیاد اونجا بودن همه اینجوری میگفتن. اشاره کردید که کسانی میخواستن جنازه رو ببرند و ضربه زدن به خانم صحابی، اینا کیا بودن؟ به ما شخصی این کار رو کرده، حالا این وابسته به کجا بوده؟ نمیدونم، ولی کلن امروز اون تیمی که اومده بودن از لباس شخصی ها خیلی خشن و بی‌تربیت بودن. یعنی من هیچ وقت ندیده بودم اینجور که توی یک مراسم ترمیم بیان اینجور بگن بخندن و عربده بکشن و با عربده خود دستور میداد به اون تحت امریاش که چه کار بکنن و سنان به مردم هجوم میآوردن مثل مردم اسیرن و اونا اومدن از کشوری اونا رو اصلی گرفتن دارن میبرن. آیا از طرف تشییع کننده ها احیانا شعاری داده میشد یا حرکتی از طرف اونها صورت گرفت؟
اصلا اینجور نبود، یعنی به توصیه برادر مرحوم مهندس صحابی که گفتن حتما شعار سیاسی ندید و فقط لا اله الا الله بگید، مردم رعایت میکردن همینو دقیقا و با این حال حمله شد به مردم. یعنی این مامورین امروز مسئول این به هم خوردن مراسم و مسئول کشته شدن خانم آل صحابی هستن، یعنی با دوربینایی که خودشون داشتن و بسیار بود اون دوربینا کاملا قابل شناساییشه چه کسی این جنایت رو کرده. اشاره کردید که خانم صحابی کشته شدند، بعد از اینکه ایشون رو هل دادن بعدش چه اتفاقی افتاد؟ یعنی هل ندادن، با یکی از مامورین لباس شخصی با آرنج دستش محکم به پهلوی ایشون زده و ایشون نقش بر زمین شده در پس از اون که بیمارستان بردن و اونجا من پرسیدم گفتن آسیب بلیه ایشون خورده، یعنی دقیقا به خاطر همون ضربه‌ای که به پهلوی ایشون خورده دیگه ایشون آسیب دیده و از دنیا رفت. بله، آیا کسانی دستگیر هم شدند بعد از اون اتفاقهایی که افتاد یا در جریان مراسم خاکسپاری؟ بله زیاد دستگیر شده که الان حدود 12 نفرشون هنوز بازداشت. خود خاکسپاری در چه فضای انجام گرفت؟ اولیایشون خواسته بودن که من نماز میت رو بخونم و شرعاً باید این رعایت میشد و متاسفانه در قبرستان رو بستن و مامورین اونجا زیاد بودن، هیچ کس رو راه نمیدادن و خودشون هیچ کسی آوردن و نماز خونده شد اونجا و پس از اون بود که درها رو باز کردن و برای خاکسپاری ما تونستیم بریم حضور داشته باشیم. متشکرم از احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری. نهضت آقای خمینی رو به صورت وقتی میشکافیم عمقش رو در میاریم میبینیم بیش از آن که حاکمیت اسلامی طلب شده باشه حاکمیت روحانیت طبقاتی طبقه روحانیت، نه شخص آقای خمینی خیلی خودپرست نبود ولی واقعا طبقه پرست بود، اینا اینو میخواست. متحری هم واقعا به دفاع از روحانیت بلندش در داخل علم علیه شریعتی، یعنی نهضت شریعتی رو نافی نفوذ روحانیت می دانست. بنده همینجور، یعنی ما با روحانیت حاکمیت روحانیت خیلی مخالفی، روحانی همونی که شریعت کرد من اعتقادمونه به عنوان کارشناس قبولش داریم ولی بخواد حاکمیت بکنه قبول نداریم. خوشحال میشن که این میگم خب خوشحال جان حال خوشحال میشد اگر که خوشحال میشد. آی 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 ببین آره البته اینا گفت نرو پدرمون که خوب بود رفت علی رفت ما جای دوری نبیدیم پیش خدا میدیم همه رفتم پیش خدا آقایت بخیر شد دعا کن ما آقایت خودتا موازه خودتا هم نری موازه شوالا که خدا خواهشون داره چشم چشم بهنگ میشیم بهنگ میشیم زنهای بی خاطره بی حافظه بی آرزو ما سنگ میشیم سنگ میشیم سنگ میشیم سنگ میشیم چشم سنگ میشیم قربان تو من سنگ میشم با یک قلب پر از آرزو خدا و دو پرچم آورد آب آورد پیکر آقای مهندسی شده شده دادن پرچم کشید. ما با فدای نشتر روابط داشتیم با خود نواب، چون که ما مثلا اون موقع یه گروهی بستیم بودیم دانشجو تو فضای دانشگاه و اینا دم از اسلام میزدیم، اسلامونم پنهان نمیکردیم خجالت نمیکشتیم تبلیغ میکردیم برای اسلام، اینه که انصافا توی محیط های روحانی همه به ما علاقه داشتن، ما هم جوان بودیم بچه بودیم همه به ما اصلا علاقه میکردن، همین نواب هم به همین جهت با ما رابطش خوب بود. ولی که خوب یادم خوش که
مذهبی بود که به احکام و این ظهور احکام همیشه این تفنگای هفتیرایی که داشتن ترور میکردن روشنشون برای اجرای احکام نورانی اسلام. اسلام از نظر اونها احکام بود، معارف قرآن نبود. قرآن 500 تا آیه احکام داره ولی 6000 تا آیه معارفی داره که اخلاق بیاموزه، حکمت بیاموزه، بینش میده. اختلاف ما مثلا اون موقع با چیز فدایانستان بود ولی اونا با سنت، روحانیت سنتی تفاوتشون سیاسی شده بودن، سیاسی بودن، یه اختلاف هاشون داشتیم. خب در همین اختلافمون هرچی زمان میگذشت میدیم که اونا جلوی مصدقه وایستاده. اول همکاری کردن واقعا نهضت ملی شدن نفت و خیلی فدایاتش، ولی به محض اینکه ملیون اومدن روی کار اینا دیگه وایستادن جلوشو، دیگه تا حدی که میخواستن ترور کنن به مصدق دستشون نرسید، فاطمی رو ترور کردن، از این کار کردن دیگه. بنابراین این جریان مذهبی بود که جلوی نهضت ملی وایستاد، نه اینکه نهضت ملی. پیکر عزت الله صحابی صبح امروز در روستای گلندوک لواسان به خاک سپرده شد. صحابی از مدتی قبل به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری بود، اما با وجود جراحی دو روز پیش در سن 81 سالگی از دنیا رفت. در این مراسم حاله صحابی، دختر مرحوم صحابی، دچار حمله قلبی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که متاسفانه در راه بیمارستان فوت کرد. با این اتفاق بعضی سایت ها و رسانه های خارجی طبق معمول شروع کردن به خبرسازی های مختلف و انتشار شایعه ضرب و جرح حاله صحابی، اما این خبرسازی خیلی زود جمع شد. بعضی منابع داخلی که برای اطلاع از اصل ماجرا سراغ پسر حاله و نوه صحابی رفته بودند، به نقل از اون ماجرا رو اینطور روایت کردند که مادرم با دیدن جنازه پدر بزرگم از هوش رفت و به درمانگاه منتقل شد و در نهایت درگذشت. اما نظر اورژانس اینی که ایست قلبی همون لحظات اول منجر به مرگ شده بوده. علتی که شما در وهله اول پیش بینی کردید برای مرگ چی بود؟ ایست قلبی، یعنی اون چیزی که ما مشاهده میکنیم. البته خب این پزشک قانونی در واقع تشخیص نهایی رو میده، ولی اون چیزی که ما مشاهده کردیم به نظر ایست قلبی بوده و اون چیزی که همراهان میگفتن به طور ناگهانی در حال راه رفتن یک کاهش هوشیاری پیدا میکنه و میفته، احتمالاً همون لحظه ایست قلبی ناگهانی داشته. بلافاصله اقدامات احیایی قلبی ریوی شروع شد، راه هواییشون رو باز کردیم، اینتوبیشن انجام شد و سی پی آر احیای قلبی آغاز شد. داروهای لازم هم تزریق کردیم. به مدت 50 دقیقه ما روی بیمار کار کردیم. متاسفانه قبل از اینکه برسن که هیچ‌گونه علائم حیاتی نداشتن. در طول این اقدامات هم هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. به همراهشون توضیح داده شد که ایشون فوت کردن. اما من تعجبم که اینو چرا نسبت به نهضت آزادی اینقدر بدن امروز. واقعا نهضت مخالف هست، اعتراض داره، ولی این مخالف نجیبه. هیچ گونه اقدامی که به اصطلاح قدرت، اقتدار حاکمیت رو بخواد تضعیف کنه نمیگه، تعقیب نمیکنه. معروف بود که زمان آقای خاتمی یه دفعه هیئت دولت و اینا رفته بودن پیش آقای خامنه ای، این بسیار نوی آدم رکیه. اونجا آقای خامنه ای نسبت به نهضت آزادی ها و به تبع حالا ملی مذهبی اون موقع معروف نبوده، خیلی حساسیت داشته و اومد از اینا پرهیز کنین. بسیار نوی گفت بود که شما موضع منو نسبت به نهضت آزادی میدونید، من موافقشون نیستم، مخالفم، ولی شما مخالف، منتقد، اپوزیسیون نجیب تر از اینا سراغ دارین؟ اینا کدوم سنگو در مقابل کارهای شما یا اقتدار شما یا حاکمیت شما انداختن؟ مذاری که میبینیم نسبت دشمنن.